گیربکس اتوماتیک AL4. شرکت خودروسازی پژو به منظور ارتقای کیفی مدل‌های اتوماتیک اقدام به عرضه گیربکس جدیدی نموده است که با مشارکت شرکت رنو طراحی شده است. گیربکس ارزی AL4 دارای 4 دنده جلو می باشد و برای جایگزینی گیربکس 4 HP20 در نظر گرفته شده است. در این گیربکس تعویض دنده و قفل شدن کانورتر به صورت الکتروهیدرولیک توسط کنترل الکترونیکی انجام می گیرد. در این گیربکس 2 برنامه ویژه نیز عرضه شده است. وضعیت اسپورت و وضعیت زمستانی. در شرایط خاص به وسیله یک کلید خودرو در دنده یک قرار می گیرد. ساختمان گیربکس AL4 شامل 5 قسمت اصلی می باشد. کانورتر، پمپ روغن یا اویل پمپ، مکانیزمی که به وسیله واحد هیدرولیک فعال می شود، دیفرانسیل معمولی، چرخ دنده کاهنده که رابط گیربکس و دیفرانسیل است. کانورتر جای کلاچ را گرفته است و وظیفه آن افزایش تدریجی گشتاور در آغاز حرکت است. کانورتر از طریق ارتباط هیدرولیک حرکت موتور را به گیربکس منتقل می کند. عملکرد آن بر اساس هیدرودینامیک مایعات می باشد. کانورتر با روغن تحت فشار پر شده است و شامل این قسمت ها می باشد. یک پمپ که به وسیله موتور به حرکت در می آید. یک توربین که در مقابل پمپ قرار گرفته است. یک راکتور یا واکنشگر که آزادانه می گردد. هنگام آغاز حرکت، پمپ باعث ایجاد حرکت دورانی در روغن می شود و روغن تحت اثر نیروی گریز از مرکز وارد شیارهای توربین می شود که هنوز ساکن است. در این حالت، جریان روغن در خلاف جهت چرخش پمپ است. استاتور که آزادانه می‌چرخد، جریان روغن را هدایت می‌کند. در آغاز حرکت، پمپ روغن را به درون شیارهای توربین می‌فرستد. استاتور ثابت می‌ماند و جریان روغن را در جهت چرخش پمپ قرار می‌دهد. این مرحله، مرحله تبدیل نامیده می‌شود. توربین شتاب می‌گیرد و جهت جریان روغن عوض می‌شود. وقتی سرعت توربین به سرعت پمپ برسد، استاتور شروع به چرخش می کند تا مانع جریان روغن نشود. این مرحله، مرحله جفت شدن نامیده می شود. با این حال هنوز بین پمپ و توربین کمی لغزندگی وجود دارد. برای جلوگیری از لغزش، یک پانچ به کار می رود که از خارج کنترل می گردد و باعث می شود که این دو قطعه با هم حرکت کنند. این مرحله، مرحله قفل شدن یا لاکاپ نامیده می شود. پمپ روغن پشت کانورتر قرار گرفته است و مدار هیدرولیک را تغذیه می کند. این پمپ چرخشی
حرکت خود را از طریق پروانه کانورتر از موتور دریافت می کند. روغن از یک فیلتر می گذرد و به وسیله یک تعویض کننده گرمای آب روغن خنک می شود. ECU جریان روغن را در تعویض کننده گرما به وسیله یک شیر الکتریکی کنترل می کند. کنترل جریان روغن در این مرحله بستگی به دمای آن دارد. مدار به یک شیر ترمواستاتیک مجهز شده است که در هوای سرد جریان اضافی روغن را از مدار خارج می کند. قلب گیربکس آیل فور مکانیزم آن است. این مکانیزم شامل دو زنجیره چرخ دنده است که به شکل سیاره‌ای حرکت می کنند و با هم درگیر هستند. دو عدد کلاج برای انتخاب یک یا چند عضو از زنجیره به کار می رود. کلاج ها از نوع چند دیسک هستند که به وسیله یک پیستون هیدرولیک و فنر برگشت کار می کنند. سه عدد ترمز برای متوقف کردن اجزای مختلف زنجیره به کار می رود. یکی از ترمز ها از نوع چند دیسک است. دیسک های خارجی آن در پوسته گیربکس تعبیه شدند. دو ترمز دیگر از نوع نواری می باشند. این ترمزها دارای یک پین ثابت در یک سمت و یک پین متحرک در سمت دیگر می باشند که به یک پیستون متصل می شود و این پیستون به وسیله واحد هیدرولیک به حرکت در می آید. از آنجا که روش تکنیکی به کار رفته در این سیستم باعث کاهش چشمگیر گشتاور مخالف می شود، مصرف سوخت خود رو نیز کاهش می یابد. واحد هیدرولیک توزیع روغن را در ترمزها و کلاچ‌های مختلف کنترل می کند. واحد هیدرولیک اصلی دارای تعدادی شیر کشویی است که برای باز و بسته کردن مسیرهای عبور روغن به کار می روند. شیرهای کشویی را می توان به طرق مختلف فعال نمود. به صورت دستی، توسط اهرم انتخاب دنده، به صورت هیدرولیک به منظور کنترل سیستم یا به صورت الکترو هیدرولیک. واحد هیدرولیک دارای 8 شیر کشویی می باشد که به وسیله ECU کنترل می شوند. واحد هیدرولیک فرعی نیز دارای 3 شیر کشویی می باشد که برای قفل کردن کانورتر به کار می روند. خروجی این مکانیزم از طریق چرخ دنده کاهنده منتقل می شود. این بخش شامل دو چرخ دنده است که رابط میان گیربکس و دیفرانسیل هستند. دیفرانسیل آب بندی می شود. دنده پارک که بر روی شافت نصب شده است با قفل کردن سیستم انتقال قدرت به صورت مکانیکی از حرکت خودرو جلوگیری می کند. این عمل به وسیله قطعه ای انجام می پذیرد که مستقیما به اهرم انتخاب دنده متصل شده است. عمل کرد. در گیربکس آیل فور تعویض دنده به وسیله یک واحد الکترونیکی انجام می گیرد. به منظور کنترل شیرهای موتوریزه و رگولاتورهای واحد هیدرولیک، کامپیوتر از سنسورهای مختلف پیامهایی دریافت می کند. پتانسیومتر دریچه گاز برای وضعیت شتاب دهنده، سنسور سرعت موتور، سنسور سرعت توربین که سرعت ورودی گیربکس را نشان می‌دهد،
سنسور سرعت خودرو که در مقابل دنده پارک نصب شده است، سنسور دمای روغن، کنتاکتور چند منظوره که وضعیت اهرم انتخاب دنده را نشان می‌دهد، کلید ترمز که زمان استفاده از ترمزها را به کامپیوتر اطلاع می‌دهد. دو پیام اصلی برای تعویض دنده به کار می‌رود. وضعیت پمپ شتاب و سرعت خودرو. کامپیوتر یک شیر الکتریکی را به کار می‌اندازد که فشاری بین 0 تا 3 بار ایجاد می‌نماید. این شیر یک شیر رگولاتور را کنترل می کند که فشاری بین 3 تا 21 بار تولید می کند که اصطلاحاً فشار خط خوانده می شود. این فشار مرتباً به وسیله یک سنسور کنترل می شود. از طریق شیرهای کشویی که به وسیله شیرهای الکتریکی فعال می شوند، این فشار به کلاچ ها و ترمزها منتقل می گردد. به منظور اینکه کارکرد خودرو در هنگام تعویض دنده نرم و یک نواخت باشد، از یک دمپر استفاده شده است تا از افزایش تدریجی فشار اطمینان حاصل شود. عملکرد قفل کانورتر نیز به وسیله کامپیوتر کنترل می شود. کامپیوتر یک شیر الکتریکی دیگر را که فشاری بین 0 و 3 بار ایجاد می کند به کار می اندازد. قفل شدن کانورتر به وسیله دو شیر در واحد هیدرولیک فرعی کنترل می شود. علاوه بر این، در زمان شروع حرکت خودرو یک رگولاتور فشار را در کلاج مربوط به دندگی یک کنترل می کند. این عمل باعث می شود آغاز حرکت خودرو به نرمی صورت گیرد. گیربکس اتوماتیک آل4 هم به خواست راننده جواب می دهد و هم شرایط جاده را لحاظ می کند. در این گیربکس 3 وضعیت رانندگی عرضه شده است. وضعیت عادی به طور خودکار با روشن شدن خودرو انتخاب می شود. در این وضعیت کامپیوتر به 9 حالت تعویض دنده خودکار دسترسی دارد. از کم مصرف ترین تا پر سرعت ترین. سیستم الکترونیکی مناسب ترین حالت را با توجه به اعمال راننده و وضع جاده انتخاب می کند. وضعیت رانندگی را می توان با استفاده از 3 کلید انتخاب نمود که روی کنسول مرکزی قرار دارند. وضعیت اسپورت پر سرعت ترین حالت را اعمال می کند و بدون توجه به مصرف بالای سوخت از کارکرد موتور به بهترین نحو استفاده می کند. هنگام حرکت بر روی سطوح لغزنده، استفاده از وضعیت زمستانی باعث کاهش گشتاور در چرخهای متحرک می شود. اگر اهرم انتخاب دنده را در حالت دی قرار دهیم، خودرو در دنده 2 حرکت می کند. استفاده از دنده 1 با قرار دادن اهرم در حالت 2 میسر می شود. روغن گیربکس آل4 دائمی است. تنها در هر 60,000 کیلومتر باید مقدار آن را بازدید نمود. روغن توصیه شده همان روغن گیربکس 4HP20 است. بازدید سطح روغن
از طریق پیچ میانی دریچه تخلیه صورت می‌گیرد. دریچه افزایش روغن در نزدیکی کابل انتخاب دنده قرار گرفته است. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید، زنگوله رو به صدا در بیارید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.